به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. دشمن دانستان گروه آرس افغان از سوی رئیس جایه حکومت وحدت ملی. او کسایی که فاجعه می آفرینند هیچ چیزی، هیچ عنوانی جز قاتلین مردم افغانستان، جز دشمنان مردم افغانستان بر از اونا منصوب شده نمیدن. حضور گروه های مسلح غیر مسئول در کابل و حضور زورمندان در حکومت. واقعیت شه بگویم، مطبوعات است، همی چهار اطراف کابل، همی کل زوردورا در دو تیم توظیف بودن یا نبودن؟ این حال کدام یک شک دست پیش میکنید؟ فعالیت حراس افغانان شمار از زنان ازبکستانی در ولایت سرپل. با تاکید نخست وزیر پاکستان برای جنگ برابر حراس افغانی در این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جایه حکومت وحدت ملی هشدار میدهد کسانی که امنیت را برهم میزنند و مردم را میکشند دشمنان مردم افغانستان هستند و هیچ نام دیگری به آنان داده شده نمیتواند. عبدالله عبدالله عملی انتحاری را در پاکستان سخت نکوهش میکند و میگوید که این حملات به انگرهان هستند که حراس افغانان هیچ مرز را نمیشناسند و زمین دو باید با اراده راسخ و روشن به آنان رویاروی شود. با این میافزاید کسانی که میپندارند از حراس افغانان به سود خودشان کار میتوانند گرفت، این پندار آنان خیال بیش نیست. در این حال رئیس ستاد ارتش پاکستان برای گفتگو با مقام های افغانستان امروز به کابل آمد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. حمله بر یک مکتب در پاکستان و کشته شدن بیش از 130 دانش آموز در این مکتب واکنش هایی را در کشور برانگیخته است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این حمله را سخت نکوهش می کند و می گوید که حراس افغانان دشمنان مشترک افغانستان و پاکستان هستند و هیچ مرزی را نمی شناسند. بسم الله. هر نوع وهم و خیالی که فکر شود که در یک جای تروریست ها به یک کشوری، به یک ملکی، به یک دولتی نفع می رسانند، این صرف یک خیال است. این تجربه تلخی است که با دادن هزارها نفر قربانی ما به این نتیجه رسیدیم. امیدوار هستیم که اما اونهایی که قربانی عملات تروریستی قرار میگیرن به این نتیجه برسن که تروریست خوب و بد وجود نداره. در حالی که بارها از سیاست های حکومت در برابر طالبان انتقاد شده است و بارها از طالبان همچون برادر و نیز همچون مخالف سیاسی نام برده شده است، اما رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید به کسانی که مردم را میکشند به جز دشمنان مردم هیچ نام دیگری داده شده نمیتواند. او کسایی که دست به کشتار مردم بیگناه میزنند، او کسایی که امنیت افغانستان را برهم میزنند، او کسایی که فاجعه میآفرینند هیچ چیزی، هیچ عنوانی جز قاتلین مردم افغانستان، جز دشمنان مردم افغانستان بر از اونا منصوب شده نمیتونه. از سوی دیگر پس از حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان، راحل شریف رئیس ارتش پاکستان به افغانستان آمد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور برای گفتگو با مقامهای افغانستان برای پیکار مشترک با حراس افغانی و چگونگی حمله گروهی بر یک مکتب در پاکستان به افغانستان رفته است. ما برای پاکسازی حراس افغانی از سراسر منطقه هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم. ما با منابع و تلاش های ارتشمان حراس افغانان را نه تنها از پاکستان و افغانستان بل از سراسر منطقه از میان خواهیم برداشت. یکی از آگاهان مسائل سیاسی در این باره چنین دیدگاهی دارد. که متاسفانه تداوم استفاده ابزاری موجب حمله بر منافع پاکستان شده و بخشی از افراطیون از کنترل پاکستان بیرون آمدن اگنون علیه منافع خود پاکستان عمل میکنن. ما امیدواریم که پاکستان سر عقل آمده باشه و تلاش مشترک را انجام بتن برای ریشه‌کن کردن افراطیت در پاکستان و مرزای دیورند. آگاهان به این باور هستند که حراس افغانی پدیده ویرانگر است و مرز را نمی شناسد و نیز نمی توان از آن
بهره برداری ابزاری کرد. حمله گروهی بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان در شهر پشاور، حمله های انتحاری بر میدان ورزشی در ولایت پکتیکا و دیگر شهرهای افغانستان نشان می دهند که این پدیده تا چه اندازه این منطقه را تهدید می کند. در این حال رئیس جمهور غنی در دیدار با راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان حمله بر یک مکتب را در شهر پشاور به شدت نگاهش می کند و می گوید که این حمله هم مانند حملات عراس افغانانه بر کودکان و نوجوانان افغانستان در بلسوری یحیی خیل بلد پکتیکا و لیسه استقلال شهر کابل بوده است. رئیس جمهور غنی می گوید زمان آن رسید است تا افغانستان و پاکستان به گونه مشترک با صداقت در برابر حراس افغانی کار کنند. رئیس ستاد ارتش پاکستان می گوید که پاکستان در تلاش است تا عاملان این رویداد را بازداشت کند و به کیفر برساند. از 26 دروازه پایتخت تنها 4 دروازه آن در اداره نیروهای امنیتی است. سرپرست ریاست امنیتی ملی با تاکید بر این مطلب میگوید که 107 مرکز حراس افغانی و 103 گروه مسلح غیر مسئول در کابل و اطراف آن وجود دارند، اما این ریاست به علت نبود امکانات لازم برای نابودسازی آنها کار انجام داده نمیتواند. آقای نبیل میافزاید زورمندانی که در دو حلقه در حکومت کنونی جابجا شده اند با قانون حرمت نمیگذارند و بخش بزرگ از نابسامانی ها در کشور برخواسته از رفتارهای همین زورمندان هستند. صالحه صادات گزارش می‌دهد. سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیتی ملی به روز چهارشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌ها در پیوند با افزایش نامنی‌ها در کشور به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. این نشست با انتقادها و سرصداهای بسیار از سلنگاری نهادهای امنیتی آغاز شد. پاگ از یکی چیز من خزی در چیره او دو بیخلان دی تر وسط در ماشومان دو سر ناسی دی آیا تاسو مزمیل اجی او خان جان اجی پیدا کن و سر وغی گی دلی داخل مری او جواندیم را پیدا کن تر وسط پوری نم دی پیدا کردی نم دی پیدا کردی نا کارو که چیره امنیت ملی یو زر غفلت کرده و زو آزر یه مچ ماکی میتلوش دا تیاره مو نلرو چوس التا مو یا بمبارد بکو یا نفر کتکو یعنی پدق وضعیت کیو. این مقام ریاست عمومی امنیتی ملی میگوید که شهر کابل 26 دروازه دارد، اما تنها 4 دروازه آن در اداره نظامیان افغان هستند. به باور آقای نبیل، موجودیت 107 مرکز حراس افغانی در دور پیش کابل، حضور 103 گروه مسلح غیر مسئول در شهر کابل سبب این همه خشونت ها و نابسامانی ها شدند. در هیچ شهرتون نیست که ماشین اسکنر مانده شده باشه برای چک موترا و او برای 1.5 ساعت تیل داشته باشه 23 ساعت تیلش دوزی شده. در هیچ شهرتون نیست. در هیچ شهرتون نیست که موتر 15,000 تن 20,000 تن از مابین پشاور بار شود و پشت ارگ خالی شود. افزون بر این، به گفته این مقام امنیتی ملی، 80% موترهای شیشه سیاه که به زورمندان تعلق دارند، به نامهای شرکت ها ثبت شدند و این زورمندان در دو حلقه در حکومت کنونی جابجا هستند. آقای نبیل تاکید می‌ورزد که چندین هزار جواز جنگ افزار هم در دست همین زورمندان هستند. هیچ شارتون نیست. امی بیاین امی واقعیت شه بگویم. مطبوعات هست. امی چهار اطراف کابل. امی کل زوردورا در دو تیم توظیف بودن یا نبودن. این حال کدام یک شکل دست پیش میکنی؟ این مقام ریاست عمومی امنیتی ملی به امکانات ناچیز این ریاست اشاره می کند و می گوید با وجود آن هم این ریاست دستاوردهای بسیار داشته است. در این میان بسیاری از نمایندگان از این مقامهای امنیتی می خواهند تا جاسوسان را که در نهادهای امنیتی جا گرفتند شناسایی و افشا کنند. دست های سیاسی در درون اینمی حکمت فعلی دست داره. مثلا می خواهن که حکمت وحدت ملی را بدنام بسازن، مردم را فاصله بتن، گویا اینها نتانستن و حکمت قبلی ما خوب بود. چی وقت امنیت در افغانستان تامین میشه؟ جاسوس گرفته نمیشه؟ سیستم مجازات و مکافات نیست؟ با این همه این مقام امنیتی ملی هشدار می دهد که تا کنون هیچ گونه سرمایه گذاری بنیادی در بخش امنیتی ملی و استخبارات نشده است. پس چگونه می توان انتظار داشت که نظامیان کشور با این همه تهدیدها رویارویی کنند؟ به نشست پس از این گفته های آقای نبیل سری اعلام شد.
درگملای مهاجمان مسلح بر یک نمایندگی کابل بانک نو در شهر لشکرگاه بلتهل من شش غیر نظامی با یک نظامی کشته شدند و نه تن دیگر زخم برداشتند. مقام های بلتهل من میگویند که پنج مهاجم انگام بر این بانک حمله کردند که برخی از باشندگان بلتهل من و کارمندان دولتی از بهر گرفتن حقوق ماهانه ایشان به این بانک آماده بودند. در درگیری میان مهاجمان و نظامیان افغان کم از کم 3 ساعت به درازا کشید و تمامی مهاجمان از پا درآمدند. شریف امیدی گزارش می‌دهد. باز هم فضای لشکرگاه با دود و آتش درآمیخت. نخستین حمله با انفجار مواد همراه یک انتحار کننده در برابر در ورودی ساختمان کابل بانک نو آغاز شد. پس از آن مهاجمان مسلح دیگر توانستند که با آسانی داخل ساختمان این بانک شوند و هدفها را از نزدیک آماج قرار دهند. پاکستانی لجا خبری کوله، افیشوری خبری کوله، رالالو اولی کامری ویشتله، بس یو دو دانی بگونه مشتریان بکشه شیدان سی ویدی، او یو دانم دو دانی ماسکار بکشه شیدان سی ویدی. زا پتلاشی که ولارم، ما مشتریان تلاشی کول پر اغا دوام دروازه بانی شزمر زنزر دی موتر ننوزی، شخصی کسام زپار اغلار نده، پر اغا بانی انتیاریان مرگات و گرزوی دوی ننواتل بانتا، من سلات و رام لکلنو دوی بانتا ننواتل تکانی شروع کرد. مگه واندیواری ویشتی شیده که بانک تا پورت سوال. مهاجمان ساعتها با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این روز کارمندان دولتی و آموزگاران برای گرفتن حقوق ماهانه ایشان به این بانک آمده بودند. جنایتکارایی که عاملین همچو جنایات در کشور و سرزمین این مسئله را بدانند که بدون جزا باقی نمیمانند. اما این پایان ماجرای امروز در هلمند نبود. لشکرگاه در این روز برای دومین بار نیز گواه انفجار دیگری شد. درست چند دقیقه از پایان درگیری میان مهاجمان و نظامیان افغان گذشته بود که هراس افغانان یک بم را که از راه دور اداره می شد در 200 متری این بانک منفجر ساختند. این روزها زندگی در شهرهای بزرگ کشور با دشواری های همراه شده است، چنان که دلهره اصلی شهروندان افغانستان در روزهای پسین مرگ ناگهانی است. شمار از بزرگان با اقوام عالم و عالمان دین از وزیرستان شمالی که در ولایت خوست پناهنده شدند جنگ را در افغانستان ناروا می‌دانند. به گفته آنان در وزیرستان شمالی به آنان تبلیغ می‌شد که مردم افغانستان از دایره اسلام بیرون شدند و انگریزان با زنان افغان یک جا در حوض‌هایی که در مسجدها ساخته شده‌اند شنا می‌کنند. در این حال سرپرست ولایت خوست می‌گوید که پناهجویان پاکستانی در خوست تاکنون به گونه بسیار صلح‌آمیز به سر می‌برند. شماری از عالمان دین و بزرگان اقوام وزیرستان شمالی اینجا در ولایت خوست گرد آمدند و حمله های هراس افغانانه را در افغانستان یک کار نامشروع و یک جنگ سیاسی می گویند. این عالمان دین و بزرگان اقوام می گویند که در وزیرستان شمالی به آنان تبلیغ می شد که مردم افغانستان از دایره اسلام بیرون شدند و زنان افغان با خارجیان در حوض‌هایی که در مسجدها ساخته شدند شنا می کنند. پس پینج آمد که انگریزان و زنانه پا یا دیلن بگی که پا خلوم و خرای در خلقان و چه کل رالی معلومات را تحاصل شد چه در خونه دند است دلتا نتی که ما دنر و خلی پا یا دیلن بگوشتا آقا از رول اسلام نه آقا از رول افغانایی. عالمان دین و بزرگان اقوام وزیرستان در خوست با صدور قطعنامه جنگ را در افغانستان ناروا می‌دانند و تأکید می‌ورزند که برای تأمین صلح و ثبات در هر دو سوی مرز آماده دادن هر گونه قربانی هستند. در همین حال سرپرست ولایت خوست از زندگی صلح آمیز پناهجویان وزیرستانی در این ولایت ستایش می‌کند. تر اوسه پوری خوشبختانه مشتاسو څوک د سنې دی نیولې چې هغوی سره د ماین یا توپک بداشت تر اوسه شکر نسته. بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی خوست از 6 ماه بدین سو پس از افزایش ناامنی ها در وزیرستان شمالی بیش از 30,000 خانواده وزیرستانی در ولایت خوست پناه آوردند و تاکنون هیچ گونه تهدید امنیتی از آنان دیدن نشده است. در این حال ولی سرپل از فعالیت های هراس افغانان زنان در این ولایت خبر می دهد. ولی سرپل می گوید که 12 زن ازبکستانی که به گروه طاهری الله وابستند در این ولایت فعالیت های هراس افغانان را انجام می دهند. ولی سرپل می افزاید که شمار از اعضای شبکه حقانی و طاهری الله با همکاری طالبان داخلی بخشای از این ولایت را ناامن ساختند. گروه های هراس افغان مربوط به طاهر یلداش و شبکه حقانی به همکاری طالبان داخلی بخشی از ولایت سرپل را با تهدید امنیتی روبرو ساختند. افراد طاهر یلداش است. در اونجا بعضی مشاورین و بعضی معین سازایی است که
که حتی اطلاعاتی که ما داریم 12 خانم در کوهستانات از چی چی از ازبکستانی هستن که در اونجا ماین میسازن، 12 خانم است. و همچنان اطلاعاتی که امشب برای ما آمد که یک عربستان سعودی را، یک تبع عربستان سعودی را دستگیر کردن. با گفته سرپرست ولایت سرپل، این گروه های هراس افغان بیشتر در ولسوالی کوهستانات این ولایت فعالیت می کنند. اما دشوار گذر بودن این بخش ها از چالش های اصلی است که در برابر نیروهای ارتش ملی قرار دارد. بسیار درهای پروپیچ و خطرناک است. بدون قوای هوایی ما دستاورد شاید کمتر داشته باشیم. ما دمی عملیاتی هم که فعلا جریان داره، ما تقاضای هوایی کردیم و در اونجا همیشه تلاش کردیم که باید حمایه هوایی دوستای بین المللی خود داشته باشیم. در همین حال باشندگان ولایت سرپل از وجود گروه های هراس افغان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و از حکومت می خواهند که برای تامین امنیت این بخش ها تلاش کند. مثلا امنیت نیست دیگه، هر شب جنگ است، سه شب پیشتر جنگ شد. این امنیت بسیار انفجار شده، رایستایی شده، مردم ها کلگ ما بیگناه بیچی ها کشته رایستایی را. باشندگان این ولسوالی انتظار دارند که حکومت وحدت ملی همان گونه که در مبارزات انتخاباتی وعده دادند امنیتشان را تامین کنند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. نخست وزیر پاکستان میگوید که این کشور جهاد را در برابر هراس افغانی تا نابودسازی این پدیده ادامه خواهد داد. پس از کشتار گروهی بیشتر از 140 دانش آموز از سوی طالبان در پشاور، تمامی رهبران سیاسی، مذهبی و نظامی پاکستان اختلافهایشان را کنار گذاشتند و با یک صدا درباره نابودسازی گروه های هراس افغان در این کشور تعهد سپردند. حمله مسلحانه بر این مکتب، مرگبارترین حمله طالبان در تاریخ پاکستان، این کشور را در اندوه فرو برده است. عزای عمومی سه روزه نیز امروز آغاز گردید و پرچم ملی پاکستان در درون و بیرون از این کشور به حالت نیمه برافراشته در آمده است. ده ها هزار تن با رفتن به نیایشگاه ها و روشن کردن شمع ها یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشتند. در همین حال نخست وزیر پاکستان بر روز چهارشنبه در یک نشست با حضور تمامی چهره های سیاسی و مذهبی پاکستان بر انتقام گیری این رویداد تاکید می ورزد. ما جهاد را بر ضد هراس افغانی متوقف نخواهیم کرد. ما نباید لحظه های رویداد دیروز را فراموش کنیم. شورشیان بر سر و روی کودکان ما شلیک کردند. این بزرگترین رویداد غم انگیز در تاریخ پاکستان است. این حمله با واکنش های سخت تمامی کشورهای جهان نیز روبرو شده است. از این میان باراک اوباما در یک تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که واشنگتن هر آنچه در توان دارد برای پشتیبانی از جنگ اسلام آباد با هراس افغانان انجام خواهد داد. هند، بزرگترین کشور رقیب پاکستان نیز همدردیش را در این باره ابراز می کند. نخست وزیر هند با همتای پاکستانیش 12 دقیقه گفتگوی تلفنی داشت و نیز تمامی مکتب ها و اعضای پارلمان هند برای 2 دقیقه به یاد قربانیان حمله پشاور خاموشی اختیار کردند. در حمله روز سه شنبه 7 عضو گروه طالبان پاکستانی بر یک مکتب زیر اداری ارتش در ورسک رود پشاور 141 تن کشته شدند و 132 تن دیگر زخم برداشتند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. قانون گمرک‌ها عامل اصلی فساد و دستبرد بر درآمدهای دولت در گمرک‌های کشور گفته می شود. آگاهان اقتصادی با انتقاد از موجودیت کمیشنکاران برای گردآوری درآمدهای گمرکی دولت خواهان تعدیلات در قانون گمرک‌ها هستند. آنان می گویند که با روش‌های تازه طی مراحل گمرکی نیاز به کمیشنکاران نیست و موجودیت کمیشنکاران به ادارهای نظارت اما وزارت مالیه وجود کمیشن کاران را در گمرک ها نیاز می داند. بر بنیاد قانون گمرک ها اسناد گمرکی کالاهای بازرگانی توسط کمیشن کاران طی مراحل می شوند که به گفته آگاهان اقتصاد این کار زمینه فساد و دستبرد و درآمدهای گمرکی دولت را فراهم ساخته است، زیرا کمیشن کاران توسط اشخاص تعیین می شوند و به سود آنان کار می کنند. قوانین موجود بخصوص قانون گمرکات که باعث میشه فساد در اوجه
سیستماتیک شه، مسئله حضور اشخاص و افراد به نام کمیشنکارا که در حقیقت اینا از طرف نهادهای مختلف از طرف اشخاص با نفوذ استخدام میشن و اینا خودشان زمینه ساز فساد در گمرکات هستند. کاران افغانستان با شکایت از فساد گسترده در گمرکای کشور میگوید که انگام وارد ساختن مواد خام از آنان در گمرکا به گونه غیر قانونی پول گرفته می شود. ما که مواد خام وارد میکنیم و او که در گمرکات ما را اذیت میکنن و پول میگیرن یا مشکلات به صنعتگرای ما را ایجاد میکنن، این باعث سکوت صنایع افغانستان میشه. در حالی که مقام های معینیت عواید و گمرکای وزارت مالیه از گفتگو با ما خودداری میکنند، اما سخنگوی وزارت مالیه موجودیت کمیشنکاران را برای آسانی کار در گمرکا ضروری میداند. لیسنس کمیشنکار بر اساس قانون او داده میشه و کمیشنکار اصلا یک سهولت است به تاجر ملی ما و به حکومت. به گفته آگاهان اقتصاد، رفتن بخشی از درآمدهای گمرکی به جیب‌های مقام‌های دولتی تا این افراد در گمرکا بنابر روابط و نبود ارادی سیاسی برای مبارزه با فساد سبب شدند که در 13 سال گذشته هیچ گونه اصلاحات در گمرکا به میان نیاید. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 10 پول، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 574 افغانی. با عرض سلام. 30 چهره برتر از اروپا و امریکا در مرحله نخست گزینش به تیم ملی فوتبال افغانستان برگزیده شدند. سرمربی تیم ملی فوتبال میگوید مرحله نهایی گزینش چهره های برتر و تازه از اروپا و امریکا و نیز 22 چهره برتر که از لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن برگزیده شدند، پس از یک دور تمرین در آلمان به تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت خواهند شد. سرمربی تیم ملی فوتبال کشور میگوید که پس از سفرش به آلمان و امریکا، از میان بازیکنانی که در آلن، نروژ، دنمارک، آلمان و امریکا زندگی می کنند و در تیمهای باشگاهی این کشورها توپ می زنند، 30 چهره برتر را شناسایی کرده است. پلیرهایی که واجد شرایط می باشد، بعد از در روز تست، بعد از او باز ما تیم ملی خود که در پلیرهایی که ضرورت می شود، اروپا و امریکا، اونا را بر شما اعلان خواهیم کرد. آقای کارگر استعدادیابی، شناسایی چهره های تازه و دعوت این چهره ها را در توانمند شدن تیم ملی فوتبال افغانستان یک نیاز می داند. تیم را تشکیل می دهیم که برای مسابقات رسمی، مناسبت های بازی های فیفا، بازی های چلنج کپ، بازی های مسابقات صف و یا مسابقات خود AFC، بازی های آسیایی، اینا بتونن اشتراک کنن. آقای کارگر میگوید که پس از دو دور تمرینات مشترک میان 52 بازیکن شناسایی شده از افغانستان، اروپا و امریکا، 30 چهره برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت خواهند شد. رقابت‌های انتخاباتی وشو جوانان در کابل آغاز شدند. در این رقابت‌ها ورزشکاران 40 باشگاه با یکدیگر رقابت می‌کنند و در پایان چهره‌های برتر جواز حضور در تیم منتخب جوانان کابل را به دست خواهند آورد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت می‌کنم که با برنامه فراخبر با طول و نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.